آنچنانی به این یاران ندارن روز شنبه 30 فروردین طرح دولت آخوند روحانی برای ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه به اتمام رسید. طرح رژیم بر این پایه استوار بود که هرچه بیشتر بتواند مردم را از دریافت یارانه منصرف کند. به دنبال انصراف شمار زیادی از مسئولان، ورزشکاران، هنرمندان و مردم از دریافت یارانه، رژیم نام طرح خود را خود انصرافی از دریافت یارانه گذاشته بود. منظور این بود که مردم خودشان به صورت داوطلبانه از گرفتن یارانه خودداری کنند. به همین لحاظ رژیم از کسانی که می‌خواستند یارانه دریافت کنند خواست که نام نویسی کنند و البته همزمان خط و نشان کشید اگر کسی تقلب کند و مثلا درآمدش را کمتر از دارایی واقعیش بنویسد جریمه خواهد شد. اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعا درآمدهای بالا دارند و نیازی به دریافت نقدی ندارند ثبت نام بکنند، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه. رژیم در کلیت آن، یعنی هم باند خامنه‌ای و هم باند روحانی و رفسنجانی، دل به این بسته بودند که تعداد زیادی از مردم انصراف خواهند داد و برای آن هم تبلیغ بسیار زیادی کردند. تقریبا تمامی مراجع حکومتی در قم به پشتیبانی از طرح رژیم برای انصراف از یارانه ها پرداختند. در تمامی نماز جمعه ها نیز موضوع انصراف از یارانه را مطرح کردند و تبلیغات گسترده‌ای برای آن نمودند. رژیم با یک بسیج سرسام‌آور تبلیغاتی برای خودش کیسه دوخته بود که دست کم 50% از مردم از گرفتن یارانه منصرف شوند. اما بر اساس اظهارات نوبخت، سخنگوی روحانی در روز سوم اردیبهشت 73 میلیون نفر، یعنی 97% از مردم، برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند و 2,400,000 نفر هم انصراف دادند. نهایتاً به تشخیص مردم و خانوارها در پایان 2,400,000 خانوار از ثبت نام خودداری کردند. اگر به همین آمار داده شده اعتماد کنیم، معنایش شکست مفتزهانه آخوند روحانی است که در رسانه‌های رژیم و حتی باند خودش هم بازتاب یافت. از جمله روزنامه حکومتی مردم سالاری روز 4 اردیبهشت نوشت: پر واضح است که دولت در متقاعد کردن مردم برای نگرفتن یارانه شکست خورده است. روزنامه کیهان خامنه ای از آن به عنوان بی‌اعتمادی در حد یک رفراندوم زودرس برای دولت اعتدال نام برده است. کیهان همچنین به تبلیغات دروغین صدا و سیمای رژیم اشاره کرده و نوشت: صدا و سیما از هر 5 نفر حتی به 1 نفر نیز برخورد نمی کرد که قصد گرفتن یارانه را دارد. شما برای یارانه نقدی ثبت نام کردی؟ نه، من نیازی ندارم، ثبت نام نکردم. نه. انصراف دادید؟ چرا؟ خب شرایطش داشتم، شرایط نیاز به این یارانه نداشتم. درآمدی نیست که بتونه برام تاثیرگذار باشه تو زندگیم. به عنوان یه شهروند وظیفه خودم میدونم که احتیاج ندارم انصراف بدم. ثبت نام نکردم. و حالا مفتزهانه معلوم شده که 97% مخالف هدف دولت در موضوع یارانه ها بودند. باید کار اساسی بشه، مگه چقدر من حالا نگیرم، مگه چقدر تاثیر داره؟ باید این گرونی ها مهار بشه، حالا گیرم من نگیرم، چند تا دیگه نگیرم. اگه قرار یه کار اساسی برای خانواده کم درآمد بشه، باید این گرونی ها مهار شه. نمیشه نگیریم. اگه الان نگیریم، انرژی که گرون شده واقعا قبض برق میاد اینقدر، قبض آب میاد اینقدر، تکلیف اینا چی میشه؟ بعد دولت موافقت میکنه اینا رو بیاره پایین؟ اگر راست میگن یارانه رو قطع بکنن، برن جلوی اون گرون فروشی و اون تورم رو بگیرن، اونو بگیرن، هیچ که هیچ نمیخواد. به جای اینکه یارانه و سبد کالا رو بدن، بیان تو این روستاها رو یه خورده پیشرفتش کنن، چارده درمونگا درست کنن. شما که یارانه، ما یارانه نمیخوایم تو این مملکت، ما تو این مملکت ارزونی میخواییم. اکنون دولت روحانی که برای حذف دامنه یارانه بگیران با این شکست سخت مواجه شده، مجبور است در شرایطی که تحریم‌ها گلوی رژیم را فشار می‌دهند، فکر دیگری برای تأمین منابع پرداختی یارانه‌ها بکند. نوبخت گفت این میزان انصراف تنها 1200 میلیارد تومان به منابع دولت اضافه می‌کند، یعنی چیزی در حدود 400 میلیون دلار که رقم بسیار ناچیزی است و هیچ دردی از اقتصاد درهم شکسته رژیم درمان نمی‌کند. روزنامه حکومتی مردم سالاری نوشت احتمالاً دولت روحانی
به سمت انصراف اجباری از گرفتن یارانه در ماه‌های آینده خواهد رفت که قطعاً برایش بدون هزینه نخواهد بود، که از مهمترین آنها نیز تصادم با برخی از بنگاه‌های قدرت در ایران است. یکی از مهمترین نتایج این شبه رفراندوم آشکار شدن بیش از پیش ابعاد گسترده لشکر گرسنگان در ایران است. به نوشته روزنامه حکومتی شهروند، دوم اردیبهشت، 40% ثبت نام کنندگان یارانه درآمدشان را زیر 600 هزار تومان اعلام کردند. 600 هزار تومان یعنی زیر 200 دلار. در حالی که خط فرق در ایران طبق آمار رسمی 1,800,000 تومان تا 2,000,000 تومان یعنی 660 دلار در ماه است. معنای این آمار این است که 30 میلیون ایرانی به نان شب هم محتاجند. نتایجی که از این تحول میتوان گرفت این است که مردم ایران یک بار دیگر دست رد به سینه تمامیت رژیم زدند، زیرا در این تر علاوه بر باند روحانی تمامی مراجع تقلید حکومتی، امام جمعه های رژیم، رادیو تلویزیون، مجلس، همه و همه در زشتی یارانه گرفتن و ارزش نگرفتن آن تبلیغات سرسام‌آوری کردند. اما 97% از مردم به آن نگفتند. با توجه به اینکه یارانه هر فرد در ماه 44500 تومان یعنی معادل 15 دلار است، رژیم آخوندی باید در مجموع 12 میلیارد دلار در سال صرف یارانه کند و اگر میتوانست نصف این جمعیت را حذف کند، حد اکثر به 6 میلیارد دست پیدا میکرد. لذا این سوال مطرح است: چرا رژیم پشت این تر رفت در حالی که حد اکثر 6 میلیارد دلار میتوانست صرف جویی کند؟ واقعیت این است که خزانه رژیم خالی است و پولی در بساط ندارد و مجبور است که این دردسرها را برای خودش بخرد. رژیمی که سالی 100 میلیارد دلار فقط درآمد نفتی داشت، طبعاً 12 میلیارد دلار صرف یارانه کردن قیمت گزافی برایش نداشت. اما آنچه رخ داد بیانگر این است که رژیم کاملاً در حال خفه شدن به لحاظ اقتصادی و اجتماعی است و هیچ چیز در بساط ندارد. این وضعیت آن روی سکه نیاز مبرم رژیم به همان مذاکرات اتمی است که مجبور است تا پایان آن برود، و اگر نخواهد برود و میز را واژگون کند، ضررهای بسا بیشتری برایش دارد. این معنای واقعی بنبست رژیم است. Oh,